پوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی. باید از ریشه براندازیم کهنه جهان زور و بند، آنگه نوین جهانی سازیم تا هیچ بودگان هر چیز گردن. با بهترین شادباش ها به مناسبت فرارسیدن اول ماه می، روز جهانی کارگران. سیامک قبادی هستم و خدمت شما بینندگان عزیز، سروران گرامی، رفقای یاران و دوستان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. وقتی در سال 1886 در های مارکت شیکاگو جنایتی صورت گرفت که کارگران متحد و به هم پیوسته رو که خواهان 8 ساعت کار در روز بودن، از طرف پلیس بهشون حمله شد و جنایت شنی و وسیع انجام گرفت، از اون روز به بعد، اون روز در همدردی با قربانیان آن روز و در به مناسبت اتحاد و همبستگی با مبارزات کارگران جهان، اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگران پیشنهاد و تصویب شد. در سال 1890 از طرف انتنی ناسیونال دوم این روز به عنوان روز جهانی کارگر در سطح جهانی پیشنهاد شد و یک سال بعد از اون اساساً تظاهرات و برنامه‌های گسترده‌ای در سطح جهان و در شهرهای کارگری انجام گرفت. به اون روز داریم نزدیک میشیم و طبیعتاً برنامه‌های متعددی در شهر و جای جای دنیا در دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان انجام میگیره. اما امسال شور و حال دیگه‌ای داره به خاطر وضعیتی که در سطح جهانی حاکمه و بحرانی که نظام سرمایه‌داری باش دست به گریبونه و سطح بیکاری، تورم، گرسنگی، بی‌عدالتی، فساد در سطح جهانی بیداد می‌کنه. انتظار این هست که امسال در سطح جهانی توده‌های وسیعی به میدون بیان، به خیابون‌ها بریزن و صدای خودشونو، به همدردی خودشونو به گوش جهانیان برسونن که ما تنها نیستیم، ما توده به هم پیوسته ای هستیم. توده های اعماق، هیچ بودگان، مربت و دوستی و کار مشترک خودشونو فراموش نمی کنن. به این مناسبت در شهرهای مختلف آمریکای شمالی و کلاً جهان تظاهرات مشخصی انجام میگیره. نکاتی رو من خدمتتون عرض میکنم، یعنی برنامه‌هایی که از طرف فعالین اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور قرار هست که به این مناسبت برگزار بشه، خلاصه وار خدمتتون عرض میکنم. برنامه‌ای در شیکاگو، یعنی محلی که این روز جهانی کارگر پای خورده، برنامه اول ماه می تظاهرات از همون محلی که جنایت شنیع صورت گرفته انجام میشه. فعالین اتحاد چپ همراه با بقیه مبارزین، آزادی خواهان و روشن بینانی که در مساف با تاریکی قرار دارن در این تظاهرات شرکت میکنن. البته یک برنامه هم از طرف فعالین اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور، واحد شیکاگو، روز 6 می، یک شنبه 6 می، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت شیکاگو در گلن ویو پابلیک لایبرری برگزار خواهد شد. در این برنامه نمایش ویدیو، کلیپ های مختلفی از مبارزات کارگری، بحث و گفتگو و اساساً در ارتباط با وضعیت جاری در سطح جهانی گفتگو خواهد شد که امیدوارم دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنن، این برنامه به زبان فارسی خواهد بود روز یکشنبه 6 می، اگر دوستانی که میخوان در این برنامه شرکت بکنن با ما تماس بگیرن. این برنامه هایی که اعلام میکنم از اونجایی که سهولت داشته باشه کار و شما بینندگان عزیز علاقمندان بتونیم اطلاعات کافی کسب بکنیم در ارتباط با این برنامه ها، تقاضام اینه که با iranianleftalliance@gmail.com با ما تماس بگیریم و ما اطلاعاتی رو که لازم است در اختیارتون قرار میدیم. در واشنگتن 6 می ساعت 2 بعد از ظهر در کتابخونه اناندل، سالن کنفرانس کتابخونه اناندل تو ویرجینیا، برنامه خواهد بود شامل ویدیو کلیپی که از فعالین کارگری پخش میشه، محمد اشرفی، سیامک مؤیدزاده، و نمایش ویدیو در ارتباط با مبارزات گسترده کارگری و سخنرانی یونس پارسابونا.
در تورنتو اول ماه می ساعت 4 بعد از ظهر از فیلیپس اسکوئر تظاهراتی انجام خواهد گرفت که تمامی مبارزین و نیروهای چپ و کمونیست و مبارزین و فعالین کارگری در این برنامه شرکت خواهند کرد و فعالین اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشورم در صفوف متحد در کنار این تظاهر کنندگان خواهند. در مونتریال کانادا روز اول ماه می ساعت 4 بعد از ظهر تظاهراتی همراه با سازمان‌ها و فعالین کارگری انجام می‌گیره. همون گونه که می‌دونین دانشجویان معترض به سیاست‌های راست دولت کبک و اساساً دولت کانادا دست به تظاهرات وسیعی زدن که در 3-4 ماهه اخیر طبیعتاً شاهدش بودیم. با توجه به موقعیتی که در کانادا هست هنوز زمان مکان برنامه اعلام نشده. ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه، اما اگر دوستانی که علاقه دارن میتونن با شماره تلفن 514 569 2233 تماس بگیرن تا اطلاعات کافی در اختیار این عزیزان گذاشته بشه. در روز شنبه 5 ماه می از طرف کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران که در مونتریال فعالیت میکنه و فعالین اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور یک برنامه ترتیب داده شده. جشن و سرور اول ماه می هست که در آدرس 5600 آپر لاشین مونتریال برگزار میشه. اطلاعیه‌ای دریافت کردیم از طرف اتحاد چپ ایرانیان ونکوور که گفتن جنبش اشغال با همکاری شورای کارگران ونکوور و هومه و نیز فدراسیون کار بی سی بریتیش کولومبیا سه شنبه اول ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در تظاهرات اعتراضی شرکت خواهند کرد. شروع برنامه از برابر آرت گالریه و پایان برنامه در ساختمان شماره 111 خیابان هیستینگ غربی. و با این رفقا و یا رفقایی که اعلام شده در شهرهای مختلف برنامه دارن میتونین تماس بگیرین. تماستون با iranianleftalliance@gmail.com. در خدمتتون هستیم و امیدواریم که برنامه‌های پرشکوه و پر اقتداری رو امسال به مناسبت اول ماه می شاهد باشید. عرضم به حضورتون تعدادی از دوستان و پشتیبانان این برنامه از مونتریال کانادا کمک های مالی فرستادن که من وصول این کمک ها رو اعلام میکنم. لاسال 60 دلار، مهداد 60 دلار، وست آیلند 100 دلار و آلفا مکانیک 50 دلار. از تمامی این دوستان و عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. در ارتباط با اول ماه می از طرف اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور بیانیه صادر شده بود که نکات اساسی و محوری و سرفصل های درخواست های کارگری رو به مناسبت اول ماه می امسال بیان داشت. این بیانیه رو در سطح وسیع پخش کردیم و امضاهای متعددی از سازمان ها، احزاب و افراد مختلف دریافت شد. لیست اول این بیانیه هفته پیش شنبه انتشار بیرونی یافت و امشب لیست نهایی رو با امضاهای دور دوم پخش خواهیم کرد. از تمامی عزیزانی که لطف کردند، تماس گرفتن و به عنوان پشتیبانان این بیانیه امضاشون رو پای این بیانیه آوردن صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که این همبستگی، همدلی و همگرایی یکایک نیروهای چپ و کمونیست، یکایک احزاب و سازمان ها و افراد مستقل ادامه پیدا بکنه، چرا که ادامه این همکاری ها در وهله اول اون هدفی است که ما داریم دنبال میکنیم به عنوان اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور و دو دیگر این که این همگرایی و همکاری هاست که بساط ظلم و ستم تمامی دولت های دیکتاتور در منطقه و در سطح جهانی رو از بین خواهد برد. با امید روزی که دیکتاتوری انان گسیخته سرمایه از بین بره و توده های کار و زحمت، توده های اعماق، هیچ بودگان هر چیز گردن، با امید آن روز با بهترین شادباش ها
برای یکایک که شما بینندگان عزیز. همونطور که خدمتتون عرض کردم، اول ماه می امسال شور و حال دیگه‌ای داره. انتظار میره که فعالیت‌ها و اون مبارزات و تظاهرات‌ها بیش از پیش امسال متجلی بشه. در این ارتباط گفتگویی داریم با یونس پارسابونا. یونس پارسابونا یکی از فعالین قدیمی چپ ایران، استاد تاریخ دانشگاه استریر واشنگتن و یکی از همیشه پشتیبانان فعالیت اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور. یونس پارسابونا نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعددی هست که یکی از اون کتاب‌هایی که به عنوان مرجع استفاده میشه تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران در 100 ساله اخیره. این کتاب رو علاقمندان و اون عزیزانی که ندارن اگر بخوان تهیه بکنن با ما میتونن تماس بگیرن و ما این ترتیب ارسال این کتاب رو خواهیم داد. بهرو به نظرم یونس پارسابونا با پشت تلفن داریم. رفیق یونس پارسابونا، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. منم سلام عرض میکنم به شما و درود میفرستم به تمام بینندگان برنامه عزیز شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنون از شما. به نظر میاد که امروز صدا و تصویر برنامه ما خوب شده باشه، به ویژه صدا. قبلا اشکال صدایی داشتیم، شاید اشکال از طرف ما بوده و کس چه میداند، شاید به مناسبت اول ماه می حداقل یک بار این نصیب ما شده که با صدای رسا رفیقمون یونس پارسابونا و دیگر عزیزان رو پشت لاین داشته باشیم. بینندگان عزیز، این گفتگو رو با یونس پارسابونا به بهانه اول ماه می به پیش میبریم. البته اگر دوستانی باشن که در ارتباط با صحبتهایی که رفیقمون پارسابونا میکنه پرسشی دارن یا موردی هست که میخوان با ما در میون بذارن، در اواسط برنامه میتونن تماس بگیرن با شماره تلفن 514-473-7341. اگر فرصتی بود به شکل صوتی صحبتهای این بینندگان شما عزیزان رو پخش میکنیم، در غیر این صورت پرسش ها رو یادداشت میکنیم و با یونس پارسابونا در میون میذاریم. پارسابونا عزیز، همونگونه که میدونین اول ماه می امسال نه تنها در آمریکا و کانادا بلکه در سطح جهانی اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا کرده و با این وجود میبینیم که با تمامی این گستردگی فعالیت ها و اهمیت این موضوع، رسانه های گروهی جاری در این کشورها بیش از پیش راجع به اول ماه می صحبت میکنن. این مسئله رو از در چه زاویه شما میتونید توضیح بدید؟ چرا این اتفاق این دفعه داره میفته؟ بله، بسیار رفیق سیامک، بسیار سوال مناسبیه. من در اتاقهای پالتاک و در بعضی از این کنفرانس ها که در شهر واشنگتن شرکت داشتم، این سوال رو خیلی ها، هم آمریکایی ها و غیر آمریکایی ها، من جمله ایرانی ها، مطرح میکنن. من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخی داده باشم، خودم به نوبه خودم فرا رسیدن اول ماه می و روز کارگر را که روز همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر کلیه کشور جهان علیه حاکمیت نظام سرمایه‌داری است، به طبقه کارگر ایران و جهان تبریک میگویم و به دو مسئله هم اشاره میکنم در ارتباط با اول ماه می از نظر تاریخی. ما میدونیم که امروز در اکثر کشورهای جهان، به ویژه در سرتاسر اروپا و بخش بزرگی از آفریقا و آمریکای لاتین، این روز یک روز بزرگ ملی و تعطیلی میشه. حتی از طرف دولت‌ها روزی است که تمام دانشگاه‌ها، تمام مدارس، تمام بانک‌ها، تمام دانشگاه‌ها سرتاسر اروپا و آفریقا، در اکثر این کشورها، ببینید در اروپا دیگه ما کشوری نداریم که این برنامه رو جشن نگیرن. مراسم روز اول، در واقع روز اول جهانی کارگر رو جشن نگیرن. غیر از آمریکا و کانادا و چندین کشوری در خاورمیانه و من جمله در آمریکای لاتین، خیلی خیلی
اونا هم در اقلیت مطلق هم آمریکا و کانادا هم هیچ وقت اینجاشو نمیگیره. در صورتی که روز اول ماه می ریشش برمیگرده به تظاهرات بزرگی که در سال 1886 در آمریکا، در شهرهای بزرگ آمریکا کارگران تظاهرات وسیعی کردن در ارتباط با مسائل معیشتی خودشون، و در این جریان در شهر شیکاگو در چهار اولین روز ماه می که تظاهرات شروع کرده بودن، در چهارم همون ماه یعنی چهار می سال 1886 کارگران قتل عام شدن توسط پلیس، و بعد از اون در سال 1912 روزا لوکزامبورگ این روز رو در انترناسیونال دوم پیشنهاد کرد که این روز یک روز بزرگ جهانی بشه در ارتباط با روز کارگر، که در انترناسیونال دوم این به تصویب رسید، و بعد از اون به ویژه بعد از انقلاب اکتبر و غیره دیگه تمام کشورهای اروپا این روز رو روز بزرگ ملی به اصطلاح اعلام کردن، روز تعطیلی اعلام کردن رسما. در صورتی که در آمریکا که مرکز این جریان بوده و در واقع کارگران آمریکا قتل عام شده بودن، هیچ وقت این روز به رسمیت نشناخته شد، نه تنها از طرف دولت بلکه از طرف رسانه‌های گروهی و نهادهای دینی و مذهبی و کلیساها و اینا این روز رو به رسمیت نشناختن. و بعدن هم اولین دوشنبه ماه سپتامبر رو دولت آمریکا به عنوان روز کارگر یا لیبر دی اعلام کرد، و در کانادا هم در واقع همون اون شکلش رفت جلو. حالا چرا اهمیت پیدا کرده امسال؟ این خیلی جالبه به خاطر اینکه تا این اواخر در سیامک شما اگر توجه کنید، تا این اواخر اول ماه می رو در آمریکا و کانادا سازمان‌های سیاسی برگزار می‌کردن، سازمان‌های مارکسیستی، سوسیالیستی، کمونیستی، سوسیال دموکرات‌ها این روز رو این مراسم روز جهانی کارگر رو برگزار می‌کردن در داخل کنفرانس روم‌ها، در داخل دانشگاه‌ها، در داخل مقر خودشون، ولی به هیچ وجه به کوچه و بازار نمی‌اومد مثل کشورهای اروپایی. امسال این اولین باره در تاریخ آمریکا، حداقل در این 60 سال گذشته، یعنی تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون، این اولین باره که روز جهانی کارگر توسط توده های مردم به ویژه دانشجویان و کارگران که به جنبش های تسخیر پیوستن، از اوکلند کالیفرنیا گرفته تا شهرهای ایالت ماساچوست به اضافه مخصوصا باستون، اینو آوردن به کوچه و خیابون. تا این زمان، تا سال گذشته، اول ماه می و همونجور که عرض کردم در واقع فقط احزاب سیاسی متعلق به سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم جشن می گرفتن، ولی تو کوچه و بازارها نبود، در دانشگاه ها بود، در سمینارها بود، در کنفرانس ها بود. امسال برای اولین بار میاد به میدانها و پارکهای نزدیک به 300 شهر بزرگ آمریکا. ما روز سه‌شنبه اول ماه می مراسم پرشکویی خواهیم داشت در سراسر آمریکا که جوانان به ویژه کارگران و دانشجویانی که عمدتاً حتی لیسانسشون رو گرفتن ولی بیکارن و به جنبش این تسخیرها یا جنبش تسخیر وال استریت پیوستن، اینو جشن میگیرن. اینی که در واقع به نظر من حتی بعضی از کارفرمایان از همین حالا به کارگران خودشون و به جوانان میگن که خب اگر اون روز نتونستید بیایید، ما مزاحم شما نمیشیم. یعنی اونقدر وسیع این فراخوان بزرگ اتحادیه کارگری کوچک اوکلند در ایالت کالیفرنیا یه فراخوان بزرگی داده که در اون روز مشخص، یعنی اول ماه می، سه‌شنبه آینده، سه روز از حالا، هیچ کس سر کار نره،
دانشجویان سر کلاس ها نرن، استادان دانشگاه تدریس نکنن و بیان بیرون و به جنبش مردم در ارتباط با این مراسم بزرگ بپیوندن. این که خب به قول شما رسانه های جاری هم حتی مجبور شدن راجه به اول ماه می و امنیت تاریخی آن برای اولین بار مطرح بکنه، ولی تا کنون در اکثر مردم آمریکا نمیدونستن که اول ماه می در خود آمریکا در سال 1886 اتفاق افتاده. بله، ممنون از شما پاسبانا و عزیز. با توجه به این توضیحاتی که دادین، خب رسانه های همگانی در آمریکای شمالی هم به صرافت پخش این خبر رسیدن. البته طبیعتاً خبر گزینه هایی از این چیزها رو پخش خواهند کرد و فیلتر میکنن، ولی همین که به صرافت انجام این کار رسیدن میتونه بخشی از اون فعالیت جنبش 99% یا باشه که خودتون دقیق اطلاع دارید. پرسشی که تو این وسط مطرح میشه اینه که شما اساساً دستاورد امواج خروشان و بیداری در یک سال و نیمه اخیر رو و یا دو ساله اخیر رو چی میبینید؟ دستاورد بزرگ دو ساله اخیر در این ارتباط چی هست؟ در سراسر جهان. آره خیلی جالبه دیگه، خودش هم در ارتباط باز با اول ماه می میبینید که امروز در سراسر جهان اول ماه می مصادف با تشدید عظیم مبارزاتی. یعنی اگر تا کنون عمدتاً مبارزات طبقاتی در اکثر کشورهای جهان بیشتر داخلی و در سطح ملی کشوری بود، امروز خیلی خیلی جهانی شده، از بحران عربی و آفریقایی گرفته تا جنبش معروف ایندیگنادو در اسپانیا که همون خشم باشه، در یونان به عنوان بر علیه، این جنبش اسمش بر علیه در یونان، تمام اینا و به اضافه سواحل بزرگ قاره آمریکا، کشور ممالک متحده و کانادا، امروز همه جوانان مخصوصا جوانانی که بیکارن و با کارگران، حتی کارگرانی که با کار هستن بعد از عصر بعد از کار به این جنبش میپیوندن سرتاسری گشته. یعنی تشدید مبارزات طبقاتی به سطح بین‌المللی رسیده. درسته که قبلا هم بوده و در گذشته هم خیلی ها به این مسئله اشاره کردن که هر نوع مبارزه‌ای در سراسر جهان چه در سطح ملی و غیره همیشون بالاخره نشأت میگیرن از مبارزات طبقاتی. این مبارزات طبقاتی خیلی خیلی حالا سرتاسری و جهانی شده، بیشتر از هر زمانی در گذشته. و خب این عظمت این امواج خروشان بیداری و رهایی دستاورد بزرگی داشته. یکی از دستاوردهای بزرگ آن اینه که اولا خیلی خوب این جریان بیداری و آگاهی که همونجور که عرض کردم از آفریقا و خاورمیانه و آسیا شروع شده اومده به سواحل آمریکا، خود جهانیه. این جهانی بودنش که عملا جهانی شده. قبلا همبستگی های بین المللی اینا بیشتر در سطح نظری و ایدئالی بوده، یعنی ما آرزو میکردیم که این مبارزات جهانی بشه. امروز این مبارزات جهانی شده، منتها اهمیت مشخصش اینی که برای اولین بار اگر توجه کنید مردم، توده های مردم در سراسر جهان به ویژه کارگران جوانان در آمریکا و حتی در کشورهای مثل ایران و ترکیه و مصر، این کارگران و این جوانان موفق شدن که برای اولین بار گفتمان حاکم که عموماً در دست نظام بوده، نظام جهانی سرمایه‌داری بوده، نظام جمهوری اسلامی بوده، این گفتمان دست اونها بوده، از میدان کارزار اونها بکشن بیرون و بیارن به میدان کارزار زحمتکشان مردم جهان. یعنی گفتمان چی بوده؟ گفتمان اونها این بوده که بازار آزاد چقدر مهمه، اگر دموکراسی میخواهید، اگر حقوق بشر میخواهید، اگر مسئله تعیین سرنوشت ملی رو میخواهید، درهایتون باز بکنید به این
بازار جهان نئولیبرالیستی همین یک درصدی ها که شما بهش اشاره کردید، برای اینکه با پذیرش مقررات بازار آزاد سرمایه داری شما میتونید به رستگاری برسید، شما میتونید کار داشته باشید، شما میتونید زندگی بهتری داشته باشید. برای اولین بار این گفتمان اومده به داخل اون میدان کارزار زحمت کشان و تبدیل شده به چی؟ که ما کار میخواهیم، ما مسکن میخواهیم، ما به هیچ وقت مسئله نیست که کی مسلمانه، کی مسیحیه، کی شیعه، کی سنیه، کی سیاهه، کی سفیده، کی زنه، کی مرده. ما کار میخواهیم، مسکن میخواهیم و امنیت میخواهیم، و این امنیت هم باز یک جنبه جهانی پیدا کرده. عموماً امنیت از یک کشوری به کشور دیگری تفاوت میکرده. در آمریکا امنیت همون معنیش این بودی که ما آزاد باشیم، جرم و جنایت کم باشه و زندگی بهتری داشته باشیم. در کشورهای خاورمیانه و در کشورهای آفریقا وقتی که ما مردم از بی امنی صحبت میکردن عموماً جریان جنگ ها بوده. امروز این جریان ما مسکن میخواهیم، ما کار میخواهیم و ما امنیت میخواهیم خیلی جهانی شده و در هم آمریکا و هم در مصر، هم در ترکیه، هم در ایران امروز جوانان کار میخوان، بیکارن و معتقدن که این یک درصدی ها از این 99 درصد مردم جهان تمام مزایا را گرفتن، به صاحبان مطلق ثروت و قدرت تبدیل شدن و ادامه میدن. و به قول آقا یکی از سوسیالیست های آمریکایی والرشتاین میگه که اگر این جریان اقتصادی 1% در مقابل 99% به طور مطلق هم حالا درست نباشه، تا 1 سال آینده تا 2 سال آینده حتما این دیویژن، این تقسیم بندی به طور غالب تموم میشه، 1% ها در مقابل 99% ها. و این یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش های عظیم رهایی بوده از بهار عربی تا جنبش تسلیح ها که این گفتمان رو واژگون کردن. در واقع این گفتمان امروز افتاده دست مردم تو کوچه و بازارها. مسئله ما مسئله خانوادگی به کدوم مذهب، به کدوم دین تعلق داری نیست، بلکه مسئله ما مسکن. در آمریکا مسئله مسکن مهم بوده، ولی این بی خانمانی شدیدی که امروز در آمریکا وجود داره و در عرض این 4 سال گذشته که بحران نظام جهانی سرمایه شروع شده از سال 2007 به این سو، 4 میلیون نفر یعنی خانواده در آمریکا بی خانمان شدن، خانه ها و مساکن خودشونو از دست دادن، به قرض فرو رفتن و خانه های خودشون از دست داده. این به اضافه بیکاری عجیب غریبی که در سراسر آمریکا اتفاق افتاده. ببینید تا این اواخر پارسمان ها و عزیز اجزه بدین ولی اجزه بدین این صحبت رو یه ذره جمع جورش بکنیم به این شکل که خب همونطور که خودتون میدونین این نیروهای چپ و رادیکال یعنی اساسا مارکسیستا همیشه در کنار مبارزات توده های کار و زحمت بودن. الان اتفاقی که میفته با توجه به فرمایشات شما و به درستی اشاره کردین، به ویژه جنبش تسخیر که اتفاق افتاد، در واقع ریشه فعالیت نیروهای چپ در اون توده های اعماق و مردمی، این توده ها به خیابون ها ریختن و با خواستای مشخصی نظام سرمایه رو به چالش گرفتن. پرسش اینجا اینه، این نیروهای چپ و رادیکالی که المنت های گستردگی و فعالیت گسترده رو به دست آوردن الان وظیفه‌شون چیه؟ چی کار باید؟ برای همه اگه ممکن بفرمایید شما بفرمایید تموم شد. بله لنی سیامک، ببینید این سوال اصلیه دیگه. حالا که توده های عظیم مردم در سطح جهانی دشمن خودشون رو شناسایی کردن، این دشمن جهانیه، این دشمن 1% در مقابل 99% ها، این رو دقیق کردن، توده های مردم
مخصوصا جوانان کارگران که برای اولین بار در تاریخ 50 سال گذشته آمریکا جوانان دانشگاهی در کنار کارگران قرار گرفتن. شما میدونید که در جنگ ویتنام جنبش ضد جنگ دست جوانان بود، کارگران حتی بعضی وقتا مخالفت میکردن. امروز جوانان و کارگران در چادرها هستند، در چادرهایی که در میدانهای مختلف 300 شهر آمریکا برپا کردن، در اونجا به فعالیت‌های سیاسی خودشون ادامه میدن. این یک واقعیت شده. حالا یعنی در واقع چپ رادیکال، یعنی سوسیالیست ها و مشخصا سوسیالیست ها و کمونیست ها، چپ رادیکال چالشگران ضد نظام، مشخصا چپ رادیکال، آیا این چپ رادیکال میتونه این واژگونی گفتمانو به یک دگردیسی بزرگ سیاسی تبدیل بکنه یا نه؟ این سؤال بسیار بزرگیه که امروز توده ها به خیابان ها ریختن و واژگون کردن اون گفتمانو آوردن به میدان کارزار زحمت کشان، کار، مسکن و رفاه با امنیت. آیا حالا چپ‌های رادیکال جهان و در سطح کشوری هم کشور ما ایران، آیا این چپ‌های رادیکال میتونن این واژگونی گفتمانو به یک دگردیسی بزرگ سیاسی تبدیل بکنن یا نه؟ شما توجه کنید در تاریخ مبارزات مردم جهان و در تاریخ مبارزات مردم ایران، عموماً هر شورشی، هر قیامی به دگردیسی و انقلاب منجر نمیشه. ولی اگر توجه کنید هم در ایران هم در کشورهای بزرگ جهان، همیشه انقلابات از قیام ها شروع میشه. هر قیامی به انقلاب، به دگردیسی منجر نمیشه، ولی هر انقلابی ریشش برمیگرده به قیام ها و شورش ها. این اتفاق افتاده. امروز مردم جهان به صورت‌های مختلفی علیه نظام جهانی سرمایه به مبارزه روی آوردن و این تشدید مبارزاتی عظیمی در سراسر جهان اتفاق افتاد. آیا این واژگونی گفتمان و چالشگران ضد نظام به ویژه چپ‌های رادیکال، یعنی دقیقاً شما گفتید سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، میتونن به یک دگردیسی بزرگ سیاسی تبدیل بکنن؟ شما توجه کنید که این تقسیم بندی بین 1%ها و 99%ها فعلا در حال حاضر یک تقسیم بندی سیاسی نیست، تقسیم بندی اقتصادیه، چون هنوز یک بخشی از اون 99%ها هنوز در کنار نظام قرار دارن. هنوز در داخل ایران ما بخشی از جوانان در نام بسیجی ها و سپاه پاسداران و غیره که در فقر و فلاکت هستند، هنوز در توهمات خانوادگی فرو رفتن و در فقدان یک چپ اصیل و متحد در آغوش اونها فرو رفتن، در کنار نظام قرار گرفتن. آیا چپ های ایران یا چپ های جهان به طور کلی امروز میتونن از این موقعیت استفاده بکنن و این واژگونی گفتمان رو تبدیل به یک دگردیسی بزرگی بکنن؟ یک سوال بسیار بسیار بزرگی که به آسونی نمیشه بهش پاسخ داد، ولی باید به نظر من به مادر بحث ها تبدیل شده که این واژگونی گفتمان رو ما چگونه چالشگران ضد نظام میتونیم به یک دگردیسی بزرگ انقلابی و اجتماعی در جوامع تبدیل بکنیم. البته هیچ شکی نیست که چپ‌های رادیکال، به ویژه حالا بگیم چپ‌های رادیکال در ایران، در حیطه ایران، چه در خارج چه در خارج، در داخل خارج، ولی اختلافات اساسی استراتژیکی و تاکتیکی و اینا دارن، ولی راجع به اونا هم حتی بعضی وقتا میشین و بحثم میکنن، حتی بحثاشون بعضی وقتا میکشه به جریانات بسیار بسیار بلند پروازانه، ولی به جایی نرسیدن فعلا. یعنی عمدتا
اون فقدانی که وجود داره، اون فقدان چیه؟ فقدان عدم وجود یک اتحاد محکم چپه که این هنوز ازا به وجود نیومده. و البته اینم باید بگم که این فقط مسئله ایران نیست، در اکثر کشورهای جهان ما میبینیم، در خود آمریکا و کانادا و منم با مطالعاتی که راجع به بعضی از همسایگان ایران به ویژه ترکیه انجام دادم میبینم که در اونجاها هم، در این کشورها هم، عموماً چپ در حال حاضر بین توده های مردم که به پا خواستن به اون شکلی که، به اون طرزی که ما انتظار داریم حضور ندارن و از ما میطلب، از ما سازشگران ضد نظام به ویژه چپهای رادیکال میطلبه، اوضاع میطلبه که توده ها به سطوح آمدن، توده ها نظام جهانی سرمایه رو در سطح جهانی و نظام جمهوری اسلامی رو در سطح ملی و کشور دیگه نمیپذیرن، این به سطوح آمدن در کلیتش. از شهرهای آمریکا گرفته تا شهرهای ایران و ترکیه ما میتونیم اینها رو ببینیم. منطقه سطح جهانی و طبی کشوری و ملی هنوز نتونستن اون خانه تکانی رو که باید بدن و بیان در داخل این توده ها و این گفتمان، واژگونی این گفتمان و سرنگونی این گفتمان رو تبدیل کنن به یک دگردیسی بزرگ اجتماعی و سیاسی. ممنون از شما پارسابونا و عزیز. شما اشاراتی داشتیم به منطقه خاورمیانه، ایران، ترکیه و احتمالاً سوریه اینا. به هر حال بینندگان عزیز، ما این برنامه رو در دو جلسه آینده به مناسبت روز پرشکوه اول ماه مه ادامه خواهیم داد و در برنامه آینده مشخصاً راجع به موقعیت سیاسی اجتماعی در ایران و موقعیت طبقه کارگر و زحمتکشان و معضلات فعلی گفتگو می‌کنیم. متأسفانه الان با توجه به صحبت‌هایی که شما جناب پارسا مراد کردین، پرسشی که به نظر من میرسه اینه که در منطقه خاورمیانه، فرض بفرمایید ایران، سوریه، اتفاقی که میفته، با یک رژیم دیکتاتور فاشیست مذهبی در ایران مواجه هستیم، در این حال با سیاست‌های نظام جهانی سرمایه که در هم تنیده شده با خود این رژیم به اصطلاح داریم مبارزه می‌کنیم. اتفاقی که الان داره میفته، سوالی که من از شما دارم اینه که اگر ممکنه به سوریه یه نگاهی بندازین با توجه به تجربه‌ای که شما دارین و تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که دارین می‌کنی، توی سوریه یه طرف مبارزه مردم با رژیم بشار اسد، یه طرف مبارزه مردم هم با دخالتگری نیروهای خارجیه. اگر ممکنه تو این مورد یک سوالی مطرح شما تو این پاسخ بدید. فقط قبل از اینکه به این پاسخ بدین، یک لحظه اجازه بدیم مثل اینکه یه دوستی تماس گرفتن و تقاضا میکنن دوستان فنی ورزین اگر کسی تماس گرفت کتبی بنویسیم به من بدیم. ممنون. دوست عزیز بفرمایید، شما پرسشتون رو مطرح بکنید. الو بفرمایید. سیبی هستم و خیلی خوشحالم که آقای دکتر پارسا بناب رو امروز میشنوم. صحبتی دارید شما؟ نه خیلی بفرمید، شما اگر پرسشی هست فقط پرسشتون رو مطرح بفرمید، ممنون میشم. من فقط میخواستم هم کار بکنم ولی مثل اینکه شما دوست نداشتید که من تلفن کنم خداحافظی میکنم. نه خواهش میکنم بفرمید، شما پرسشتون رو مطرح کنید. به هر حال این دوستان عزیز اگر کسی تماس گرفت لطف کنید کتبی بنویسیم به خاطر اینکه وقت زیادی نمونده. شرمنده از بینندگان عزیز، امیدواریم که این مبارزات کارگری به مرحله‌ای برسه که خیلی گسترده وسیع و در این حال امکانات مالی ما به مرحله‌ای برسه که بتونیم برنامه‌های متعددی با ساعت‌های زیادی برگزار بکنیم و میکروفون در اختیار شما عزیزان بیننده باشه. پارسامونا به عزیز، شما روی خط هستین، بفرمایید این پرسش رو اگه ممکنه همین دو سه دقیقه که وقت داریم و اینا، من علاقه دارم که جریان کل خاورمیانه رو در چارچوب سیاست جهان
هژمونی آمریکا در خاورمیانه مورد بررسی قرار دادن. خیلی خوب میشه که اون وقت برسیم به جریانات و وقایعی که شما خیلی با جنبندی در رابطه با سوریه گفتید. ببینید آمریکا در حال حاضر میخواد در واقع به خاطر اینکه از این بحران عظیم ساختاری سرمایه عبور بکنه، چون بالاخره آمریکا رأس نظام جهانی سرمایه است، بخواد عبور بکنه، میخواد بخش بزرگی از مناطق استراتژیکی جهان رو به حیات‌های خلوت خودش تبدیل بکنه. حیات‌های خلوت خودش تبدیل کردن یعنی دکترین مونرو رو جهانی بکنه. دکترین مونرو فقط آمریکای لاتین رو حیات خلوت امپراتوری آمریکا محسوب می‌داشت. ولی امروز دولت آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا، ولی اگر بخوایم به دقت بگیم اون یک درصدی ها، چون دولت آمریکا با تمام نهادهاش در خدمت همون یک درصدی هاست که در گذشته سرمایه‌داری اینقدر هم نبوده، ولی امروز به اون حد رسیده که دولت آمریکا و نهادهای آمریکای فرمانبر اولیگوپولی های مالی هستن که جوانان به درستی میگن یک درصدی ها. یک درصدی ها که صاحبان ثروت و قدرت هستن حاکمیت مطلق بر این نهادها دارن. اگر حالا بحث بکنیم که در گذشته نداشتن، حالا دارن. در هر حال این اولیگوپولی ها، این یک درصدی ها میخوان تمام مناطق استراتژیکی جهان رو به حیات‌های خلوت آمریکا تبدیل بکنن. درست کاری که با آمریکای لاتین انجام دادن در قرن گذشته، هم در قرن 20 هم در قرن 19. حالا اولین منطقه بزرگ استراتژیکی که اینها میخوان به حیات خلوت خودشون تبدیل بکنن خاورمیانه است. این خاورمیانه هم اون شکلی که ماها میگفتیم خاورمیانه، اینا نمیگن. اینا میگن خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه نوین، یعنی خاورمیانه‌ای که بخش بزرگی از آسیای مرکزی رو مثل قرقیزستان و تاجیکستان و قزاقستان رو در بر میگیره و بخشهایی از کشورهای جمهوری‌های قفقاز رو در بر میگیره، مثل آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و آفریقای شمالی رو در بر میگیره. یعنی یک خاورمیانه بسیار بزرگی که حتی بخشی از افغانستان و پاکستان هم در بر میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه هر قدرتی در جهان هژمونی نفتی در این منطقه داشته باشه، در نتیجه اون قدرت میتونه بر کلیه کره خاکی تسلط پیدا کنه. چون امروز آمریکا یعنی نظام جهانی سرمایه در حال احتضار افتاده، در حال موت افتاده و نمیتونه اون هژمونی که قبلا داشته، دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی داشته، همه اینا رو از دست داده، فقط نظامی مونده. فقط از نظر نظامی مالی میتونه بر این جهان اون تسلط و هژمونی خودش رو ادامه بده. خاورمیانه رو انتخاب کرده. حالا چرا حالا؟ خب برای قبلا در دوران جنگ سرد آمریکا نمیتونست، به خاطر وجود شوروی اون زمان، به خاطر وجود جنبش‌های راه بخش ملی، به خاطر وجود سوسیال دموکراسی و جنبش‌های کارگری در اروپا نمیتونست این برنامه رو پیاده بکنه. امروز به دو علت پیاده میکنه. اون جنبش‌ها از بین رفتن با افول و ریزش و تضییع، اون جنبش‌ها از بین رفتن، به اضافه ای که امروز نظام جهانی سرمایه که رأسش آمریکاست در بحران بزرگ ساختاری قرار گرفته. برای از این بحران بیاد بیرون بهترین فرصت رو پیدا کرده که کلیت خاورمیانه رو به دست بگیره و هژمونی داشته باشون، هژمونی نفتی. خب شروع کرد از افغانستان، بعدم به عراق، بعدم به لیبی، امروز هم رسیده به سوریه. حالا کاملا همه مردم میدونن که مردم سوریه از دست دیکتاتوری بشار اسد به ستون آمده بودن، ولی
آمریکا در اونجا به هیچ وجه آوردن دموکراسی، حقوق بشر برای مردم سوریه نیست. همون کاری که در عراق انجام داد، امروز کشور عراق درسته که صدام حسین دیکتاتور، صدام حسین تروریست سرنگون شد، ولی امروز به عوض یک صدام حسین دیکتاتور ما سه تا رژیم های دیکتاتوری، رژیم های تروریستی رو در عراق میبینیم. عراق یک کشور تکی نیست، فقط از نظر نظامی که آمریکا کنترل میکنه یک نماینده، یک سفیر داره در سازمان ملل متحد، ولی از عملا امروز شما به عراق بری با سه کشور روبرو میشید: در جنوب تروریسم شیعه، در مرکز تروریسم سنی، در شمال هم تروریسم کردی حاکمه. یعنی در واقع کشور عراق به سه بخش تقسیم، از دموکراسی خبر نیست، از امنیت خبر نیست. این در مورد افغانستان به همین شکل موند. افغانستان عوض سه تا شده هفت تا ما اونجا به کشور داریم به اسم، همهشون به اسم افغانستان، یه نماینده هم داره برخلاف یوگسلاوی. یوگسلاوی شش کشور شد، هفت کشور شد، هر تک تکشون هم یه نماینده در سازمان ملل متحد داره. ولی نه، این دفعه در عراق و در افغانستان این کار رو انجام داده. در لیبی، در کشور لیبی کاملا تا یک سال آینده کشور لیبی عملا به چندین کشور، حداقل با دو تا شروع میکنیم، به دو کشور تبدیل میشه، بعدا از درون اون دو تا کشور هم سه تا چهار تا کشور بیرون میاد. اینی که آمریکا میخواد این هژمونی نفتی رو چیز بکنه. سوریه حالا که نفت نداره چرا این اهمیت رو داره؟ اگر شما توجه کنید سه منافع مشترک در اونجا در تلاقی میفتن با هم دیگه. ببینید آمریکا میخواد بشار اسد رو سرنگون بکنه، به خاطر اینکه اگر ایش آمریکا موفق بشه بشار اسد رو سرنگون بکنه، اون حلقه‌ای که بین ایران و سوریه و حزب الله لبنان وجود داره اون حلقه رو میشکنه. با سرنگونی بشار اسد اون حلقه از بین میره. خیلی خوب. ولی در اینجا با منافع مشترک کشور سوریه در تضاد افتاده. اسرائیل معتقده که کشور سوریه اگر بشار اسد سرنگون بشه نباید یک کشور بمونه، باید به چندین کشور تبدیل بشه. سکتی دروزها در ارتفاعات جولان مسیحی های سوریه خیلی تعدادشون زیاده، بالای 15% هم یک ایالت داشته باشن. علوی ها، شیعه های علوی یک ایالت داشته باشن. عرشبت دیزورتون اسماعیلی ها و زیدی ها که تعدادشون خیلی خیلی در سوریه بیشتره، در کشورهای خاورمیانه اصلا ما از زیدی و اسماعیلی خبری نداریم، اونجا تعدادشون بیشتره، هر تک تکشون 5% جمعیت سوریه رو تشکیل میده، اونا هم یک ایالت داشته باشن. اونا سنی ها هم یک ایالت داشته باشن. منطقه عربستان سعودی، قطر و بحرین، اینا میخوان نه بشار اسد بره، دیکتاتوری سنی بیاد سر کار. خب این دیکتاتوری سنی خرج داره، هزینه داره. تمام عربی ها و مسیحی ها و دروز ها را و زیدی ها را که همون چهار امامی ها باشن و اسماعیلی ها را که همون شیش امام باشن باید نابود بکنن، یعنی فیزیکلی پاکسازی بکنن. اینی که این تضادها دیده میشه که آیا موفق خواهند شد بشار اسد رو سرنگون بکنن یا نه. ولی اگر بشار اسد رو سرنگون بکنن، این در واقع دروازه رو باز میکنه به سوی ایران. و همونجور که شما اشاره کردید، ببینید تمام این کشورها پر از دیکتاتوری هستن، منتها اون آلترناتیوی که امروز آمریکا در مقابل مردمان این کشورها قرار میده شدیدن و بدتر از اوضاعی خواهد بود که امروز وجود داره. و من معتقدم، شخصا معتقدم که روز امواج خروشان رهایی و بیداری که در سراسر جهان به وجود آمده و امروز در آستانه ما در واقع روز
کارگر میبینی که چقدر این مبارزات سطحش تشدید پیدا کرده، به سطح جهانی رسیده، من خیلی امیدوارم که این جریان باعث بشه که سطحای ایران، سطحای جهان یک خانه تکانی بدن و بیان به داخل این توده‌های عظیم که در کوچه و خیابونه هر شب و روز هستن، قبلا نبودن، درسته، این روز هستن، بیان داخل اونها و این شرایط رو عوض بکنن و آمریکا را در سیاست‌های خودشون با ناکامی، به ویژه سیاست‌های نظامی آمریکا را ما باید با ناکامی روبرو سازیم و روبرو بکنن و یک آینده بهتری رو در مقابل مسیر بزرگی رو در مقابل توده‌های عظیم مردم قرار بدن. ممنون از شما پارسامان عزیز. اون دوستی که تماس گرفتن و پرسشی داشتن، دوستان عزیز دقت بفرمایید که من اولش هم گفتم که اگر وقتمون ایجاب نکنه در واقع کتبی پرسش ها رو میگیریم و به هر حال لطف میکنیم، تماس میگیریم، ما هم در خدمتتون هستیم. عرضم به حضورتون از این پرسش که توضیح که بگذرم، پارسامان عزیز، من برداشتی که از صحبت های شما میکنم اینه که به درستی در واقع در موقعیتی مثل ایران و سوریه، نه مثال میزنم در ارتباط با جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ، نه به دیکتاتوری، نه به دخالت خارجی، این موضعی هست که نیروی چپ و رادیکال متحد مارکسیست باید داشته باشه و شما به درستی به این اشاره کردید. به آخر برنامه نزدیک شدیم و دو دقیقه بیشتر وقت نداریم پارس اوناب عزیز، ولی دوستی به اسم فرهاد از آلمان گفتن که رژیم ایران چرا با ترکیه در مخالفت افتاده است. نمیدونم آیا فرصتی هست شما یه توضیح مختصری در این رابطه بدید. در ترکیه خب میدونید که عضو ناتوست و اون حکومتی که در ترکیه آقای اردوغان و عبدالله گل میبرن جلو یک نظام اصلاح بنیادگراییه، منتها لیسانس دموکراسی و لیسانس انتخابات آزاد رو از نظام جهانی گرفتن، همون لیسانسی که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم گردنکش و تروریست این لیسانس رو از آمریکا گرفته. یعنی نظام جهانی سرمایه بنیادگرایان رو به دو بخش تقسیم کرده، بنیادگرایان به اصطلاح معتدل مثل نمونهش در ترکیه و اخوان المسلمین در مصر و بخشی از اخوان المسلمین در تونس، اینها لیسانس اعتدال و معتدل بودن رو به عنوان بنیادگرایان از آمریکا، از کشورهای ناتو این لیسانس و این فوق لیسانس رو گرفتن. این در مورد کشور ایران هم صدق میکنه. پس در نتیجه چرا ایران در تضاد افتاده با ترکیه خیلی روشنه، تا کنون با هم بودن، چون هر دو فاندمنتالیستن، هر دو بنیادگران، منتها حالا ترکیه یکی از اون کشورهاییست که دقیقا میخواد بخشی از سوریه رو که سالها سال قبل بعد از این که حتی بشار اسد بیا سر کار یا پدرش بیا سر کار، ترکیه اون بخش از سوریه رو تقاضا داره که بخشی از خاک ترکیه است و اون بخش از ترکیه عموماً کردنشین هستن که شدیداً مخالف هر نوع الحاق به ترکیه هستن. چرا؟ میدونن که دولت ترکیه سه سکولارش مثل گذشته، سه بنیادگرایش مثل حالا، اولین کاری که میخوان این پاکسازی کرد هاست. در نتیجه دولت ایران و دولت ترکیه با هم که در تضاد افتادن، در ارتباط با جریانات سوریه، در ارتباط با مسائل حق تنظیمش ملی نیست، در رابطه با آزادی دموکراسی نیست، بلکه دقیقاً به خاطر اون تفاوتی که همونجوری عرض کردم، یکی به اصطلاح معتدله، یکی به اصطلاح رادیکاله. ممنون از شما پارسا بناب عزیز، شرمنده که صحبتتون رو قطع میکنم. تشکر از همه بینندگان و با تشکر از شما پارسا بناب عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر. ممنون از شما بینندگان عزیز، هفته خوب و پربار رو براتون آرزو داریم.
و به امید هرچه گسترده تر بودن تظاهرات و جشن های سرور در اول ماه می. خیابون ها از آن ماست و امید که این اتفاق در ایران فلاکت زده دیکتاتور زده جمهوری اسلامی هم اتفاق بیفته. تا هفته آینده با درود و بدرود.